شیعیان بحرین همچنان قربانی منش رژیم حاکم می شوند. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیع رایس واج در واکنش به مرگ مشکوک یکی از شیعیان بحرینی در زندانهای این کشور بیانیهی صادر کرد. در این بیانیه که نسخه از آن برای خبرگزاری شیع ویوز ارسال شده آمده است، با نهایت تأصف از مرگ یکی از شیعیان معترض بحرینی به نام محمد صحوان اطلاع یافتیم و مسئولیت مرگ او را به طور کامل متوجه حاکمان بحرینی میدانیم. این بیانیه افزود زندانی مذکور از مسئولان بحرینی خواسته بود تا زمینه معالجه ویرا فراهم نمایند اما آنان با اطلاع از وضع نابسامان سلامتی وی این کار را انجام ندادند این بیانی ادامه داد قبلا این سازمان از شاهدان عینی اظهاراتی مبنی بر شکنجه ادامه دار محمد صهوان در زندان به همراه دیگر زندانیان را به دست آورده و این رفتار در حالی صورت گرفته است که وی در زمان بازداشت از ناحیه سر مجروح بوده و در حال سپری کردن حکم حبس 15 ساله خود بوده است شرایس واج که مسئولیت دفاع از حقوق شیعیان در سراسر جهان را بر عهده دارد افزود ما به شدت سیاست های سرکوبگرایانه مدیران زندان های بحرینی در حق زندانیان سیاسی و همچنین بی اعتنائی حکومت این کشور به جان شهروندان را محکوم می کنیم. این سازمان حقوق بشری همچنین از حکومت بحرین خواست تا مسئولان زندان جورا به دست عدالت بسپارند و شکنجه های در حال انجام در زندان ها را متوقف سازند. شاین زهرا است مسئولان زندان جوته تماسی با خانواده این ای معترض 45 ساله بحرینی مدعی شده بودند که وی در اثر سکته قلبی فوت کرده ولی خانواده محمد سهوان پس از تحویل گرفتن پیکر وی اعلام کردند که آثار شکنجه شدید به وضوح در بدن این شهید قابل تشخیص بوده است